بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گفتیم اولین قدم برای اصلاح نفس که انشاءالله به مدد ابا عبدالله الحسین مصلح امت اسلامی جانهای ما هم به دست با برکت او اصلاح بشود، که او همچنانی که به جامعه دینی نظر داشت و دارد، به جان تک تک انسانهایی که در این محدوده شریف یعنی امت اسلامی زندگی می کنند هم لطف و عنایت تام دارد. این است که کنترل قدرت توجه خود را به دست بگیریم، از استعداد توجه کردن خود به خوبی بهره ببریم. دل ما مانند صورت ما رو دارد و روی دل ما به هر کجا باشد توجه ما به آنجاست. اینقدر توجه اهمیت دارد که گویا چه کسی را دوست داری، به چه چیزی اعتقاد داری، از چه چیزی خبر داری آنچنان مهم نیست. مهم این است که از میان آنچه که میدانی و از میان آنچه که به آن معتقدی و از میان آنچه که به آن علاقه داری، روی دلت به روی کدام یک از آنان است، به کدام دل مشغولی و در اندیشه کدام هستی، دلنگران کدام یک از دل بخواهی های خودت هستی. این یعنی توجه، این یعنی ذکر. وقتی می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا، یعنی مدام به او توجه کن. در آیات قرآن هیچ امری مانند امر به ذکر نامحدود و کثیر نیست. نوعاً اهل معرفت می‌فرمایند که تمام اوامر محدوده و حد و اندازه‌ای دارن، اما وقتی می‌فرماید اذکر الله ذکرن کثیرا، گویا چیزی بالاتر از حد ظرفیت ما به ما امر کرده است. یعنی شما تمام عمرت رو متوجه خدا باشی، ممکن است هنوز کثیر به حساب نیاید و انسان همیشه عقب‌تر از اجرای این امر بزرگ الهی است. روی دل ما به هر چیزی باشد، به آن اگر محبت هم نداشته باشیم محبت پیدا می کنیم. روی قلب ما متوجهه، متوجهه یعنی همون رویه. روی دل ما به سوی چیزی باشد یعنی متوجهه. متوجه هر چیزی باشد به آن اعتقاد نداشته باشیم هم به آن اعتقاد پیدا می کنیم. روی دل ما به سوی هر چیزی باشد برای ما ارزش پیدا می کند. روی دل ما اگر مدتی به یکی از معتقداتمون هم نباشه اعتقادمون رو سست خواهد کرد. روی دل ما اگر به سوی محبوب ما نباشد، محبوب از دل ما محبتش کم کم بیرون خواهد رفت. این که گفتن در ضرب المثل فارسی هر که از دیده از دل برود، هر آن که از دیده برفت، صحیحش اینه، از دل برود
هر آن که از اندیشه انسان، از توجه انسان، از دیده چشم انسان بیرون بره. توجه زاینده بزرگترین قدرت روح آدمی است. توجه زاینده عمیق‌ترین اعتقادات، توجه تولید کننده سهمگین ترین اراده ها و پولادین ترین عزم هاست. توجه اگر به چیزی بود، اشیاء دیگر عالم در نزد انسان حقیر خواهند شد و تمام تعلقات دیگر انسان ضعیف خواهد شد. در این چند جمله کوتاه امیدوارم قدر و قیمت ذکر را دانسته باشیم. شما اگر مدتی بتونید به هر بهانه ای به خوبی ها و ابا عبدالله الحسین علیه السلام که دریچه های قلب ما به سوی او باز است توجه بفرمایید، با همین مقدار معرفت، با همین مقدار عمل، با همین مقدار اعتقاد، با همین مقدار ظرفیت و نورانیت، محبتتان به ابا عبدالله الحسین 200 چندان خواهد شد. و وقتی محبت ابا عبدالله الحسین در دلی 200 چندان شد، اعتقاد افزایش پیدا می کند، ایمان افزایش پیدا می کند، نورانیت در دل ایجاد می شود. همش کار توجه آدمی است، کار ذکر آدمی است. گفتیم اولین قدم این است که ما برنامه ای برای توجه خود داشته باشیم، برنامه ای برای ذکر داشته باشیم. به چه چیزی توجه کنیم؟ در هر لحظه به چه چیزی توجه کنیم؟ امروز یکی دو نکته رو عرض بکنم. یکی این که در ذکر، در توجه به چه چیزی توجه کنیم. وقتی در حال توجهیم به چه چیزی توجه کنیم؟ وقتی توجه به خدا داریم، در دل آن توجه، توجه به یک امر دیگری لازم است تا توجه ما صائب باشد، ما را به هدف برساند، تا سالم بماند، تا از آفات و آسیب‌ها مصون بماند. و این سفارشی است که خودشون فرمودن در روایات متعدد و اشارات مکرر تصریح شده. اما قبل از این که از خلاصه گویی از مباحث گذشته بگذریم، بگذارید یک مثال کربلایی برای شما بزنم. بارها و بارها به روایت‌های متعدد من این قطعه از تاریخ کربلا رو مرور کردم و هیچ وقت انسان از مرور دوباره این قطعه شوم، این قطعه تاریخ، این قطعه‌ای که میخوام بگم شومه ها، نه مرور تاریخ کربلا، هیچ وقت از این قطعه شوم انسان خسته نمیشه. چقدر در درون این قطعه حرف برای انسان وجود داره. وقتی که عبیدالله ابن زیاد برگشت گفت که عمر سعد میخوام فرماندهی سپاه قتل ابا عبدالله الحسین رو به تو بدم و باید تو این فرماندهی رو قبول کنی، ملک ری رو به تو خواهم داد، او با این که شدیداً مشتاق مقام بود گفت این رو باید یک ماه به من وقت بدی، من نمیتونم به این سرعت تصمیم بگیرم. عبیدالله گفت باشه، بهت وقت میدم، اما یک شب، فردا به من خبر بده. گفت نه یک شب. گفت یک شب و الا، ببین تیر چجوری میخوره با آدم، و الا به کس دیگری خواهم داد. گفت باش، خاک بر سر این دنیا که خودش هیچی نیست. رقابت سر دنیا انسان رو بیچاره میکنه. اگه این رقابت نبود، خود دنیا آس و پاس میموند، تو دل هیچ کس نمیرفت. مواظب باشی. یا خیلی از اوقات اگر رقابت برای رسیدن به گناه نبود، هیچ گناهکاری متولد نمیشد. یعنی گناهکاریش متولد نمیشد. من این گناه نبرم، دیگری خواهد برد. این بیشتر بیچاره میکنه آدم، اون تیر خلاص.
بعد گفت بروی شب فکر کن بیا. اومد، یه پیره مردی از بستگانش بود، پسر بزرگش بود، پسر کوچیکش بود، نشستن با هم مشورت کردن. پیره مرده حرفهای بسیار خوبی زد، حرفهایی که شما بخواید بزنید به عمر سعد، همه رو زد. عمر سعد گفت میدونم. گفت خب نرو. داشت فکر میکرد، گفت دارم فکر میکنم. پسر کوچیکش همون حرف ها رو تکرار کرد، گفت چه ارزشی داره، حرف های خوبی که وقت شما رو نگیره. پسر بزرگترش برگشت گفت که ببینید بالاخره این چیزی که عبیدالله داره میگه نقده، و اون چیزی که مثلا برادرم میگه یا دیگری میگه یا همه اون حرف ها نسیه است. هیچ عاقلی نقد و به نسیه وله میکنه. چه عقلیه که نقد و به نسیه وله میکنه؟ واقعا عقل بعضی ها اینو میگه، چون عقلشون ساخته و پرداخته ذکرشونه، توجهشونه. عقل تو برای من نگو، تو بگو چقدر به چی متوجهی، من خودم اندازه عقل تو به تو خواهم گفت و اندازه عقل تو برات حدس خواهم زد. اگر متوجه بدی ها، پستی ها، پلشتی ها و کمی ها هستی، دیگه از عقل چیزی باقی نمونده. تو به تعقل بنشینی نتیجه غلط خواهی گرفت. عقلت هیچ وقت نتیجه درست نمیگیره. برگشت گفتش که عمر سعد، گفت این حرف درسته. عبارت عمر سعد اینه که فعلا ما دنیا رو میگیریم تا بعد ببینیم حالا آخرت رو باش چیکار کنیم. هرچی دیگران از التماس کردن فایده نداشت، فعلا دنیا رو میگیریم تا بعد آخرت رو چیکار کنیم. دیگه حالا خواهش میکنم بحث نکنید که این اعتقادش ضعیف بود. نه، اساسا اعتقاد نداشت. آگاهی واقعا داشت به آخرت؟ نه، آگاهیش مثل که مخدوش بود، از اول شبهه داشت، تردید. آقا این حرفا چه میزنی؟ چه اشکالی داره اعتقاد داشته باشه؟ مهم ذکره، نگاهی که اعتقاد آدمو زیاد میکنه، نه استدلال. استدلال یه بار وظیفه‌شو انجام میده، میره تو کتابخونه میشینه، یه بار ازت بله میگیره، بعد که این اعتقاد بخواد اثر بگذاره بستگی به فکر تو داره. به فکر به معنای باز هم توجه دل، که توجه دل فکر و احساس با همه. گاهی فکر غلبه میکنه، گاهی احساس نورانی آدمی. بالاخره دل دل دیگه، توجه میکنه به زیبایی ها، نرم میشه، توجه میکنه به غم و مظلومیت آب میشه، توجه میکنه به زشتی ها کینه میورزه. عمر سعد اینجوری بدبخت شد. شما فکر میکنید چرا عمر سعد این تصمیمو گرفت؟ برای اینکه زیاد اندیشیده بود در مقام، خب به مقامش افزایش پیدا کرده بود، دیگه قدرت اینکه روی خودش رو برگردونه از حب مقام نداشت، از حب دنیا نداشت. امام حسین علیه السلام با او در کربلا سخن گفت. مذاکره ابا عبدالله الحسین و عمر سعد را حتما شنیدید. ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود چرا این کار را انجام میدید؟ تو فرماندهی رو نپذیر. به چه شیوه های امام حسین خواست بیدارش بکنه من نمیخوام وارد تحلیلش بشم، وقت گرفته میشه روز عاشورا، ولی عبرت از عاشورا بگیریم، یعنی همین دیگه، درس ها و عبرت ها، این بخش عبرت هاشه. مثلا اومد خودخواهیشو تحریک بکنه به نفع حق، اثر نداشت. اینجا قرآن میفرماد نسل الله فلا ولا تکونو کالذین نسل الله فانساهم انفسهم. خودش هم دیگه فراموش میکنه. اگر یه ذره خودخواهی داشت چنین نمیکرد.
امام حسین علیه السلام شخصیتش برای عمر صد شناخته شده است، وعده میده، رو وعدش هیچی نیست. عبیدالله ابن زیاد هم شخصیتش برای عمر صد شناخته شده است، وعده میده تیکه پاره بکنه خودشو، هیچی حساب نمیشه روش کرد. بلا فاصله بعد از کربلا عبیدالله ابن زیاد برگشت به عمر صد گفت که اون کاغذ که بهت دادم برای ملک ری بیار ببینم، یعنی ملک ری بی ملک ری، گفت نمیدونم گمش کردم. انقدر فحش داد بهش بد و بیراه، گفت تموم شد. با یه گفتگوی سرپایی دلشو به چه وعده این خوش کرده بود. کاش وعده جدی بود، کاش میرفت ملک ری رو میگرفت. شیطان چه بیرحمه. شما فکر نکنید یک ذره ترحم در دل شیطان نسبت که از او، نسبت به کسی که از او تبعیت بکنه، نسبت به کسی که مثل او بشه وجود داره. در آیه قرآن میگه، میفرماید خداوند متعال که اینقدر اصرار میکنه تا یک کسی کافر میکنه، اکفر کافرشو، همچی که کافر میشه شیطان میگه اینی بری اون من، خاک بر سرت کنه بدبخت. این اصلا واضح خیلی خوبه ها، خدا میاره جلو چشم آدم. فکر نکن تو حداقل یه طرف رو میگیری. میومد عمر سعد میگفتش که میگن مردم دیوانن، من قاتل تو هم. آقا میفرمود که حالا بعض جا نمیشه، آقا میفرمود مردم حالا ایستی میگن، یا میفرمود که مردم عاقلن که ایستی میگن، ایستی میفهمن که میگن. بعد فرمود حالا منم ایستی بگم به تو، من هر موقع از دنیا برم تو بعد از من زیاد زنده نمیمونه، این خبر اینم داشته باش. توی اون مذاکره امام حسین علیه السلام فرمود که چی میخوای بهت بدن؟ ملک ری، آخرش چند تا باغ دیگه که بهت میدن، یه مدتی مدیریت میکنی کنارش پولدار میشی، پولدار چند تا باغ میخری، من همه باغا رو تو مدینه بهت میدم. مثل اینکه مثلا تو مرکزها یه کسی یه چیزی به کسی بده، باغهای اطراف مدینه رو بهت میدم. دیگه نمیتونه بفهمه، این اصلا عقل ضایع شده رفته، عقل خودپرستانش هم کار میکرد، خودشو اگه فراموش نکرده بود میتونست بفهمه. شما از دیوانه شدن نمیترسید؟ مجنون بشید، یه خود نمیفهمید چی کار بکنید، وسط خیابون شکلک در بیاری، لباس تو در بیاری، چقدر وضعیت وحشتناکیه. آدم به اینجا میرسه خودشو فراموش میکنه. فانساهم انفسهم. خداوند متعال میفرماید منو فراموش کنی، یه کاری میکنم خودتو فراموش کنی. به خاطر خودت منو فراموش کردی، حالا دیگه خودت هم فراموش میکنی، دیگه نمیتونی هرچی به نفعت بفهمی. امام حسین فرمود من بهت خونه میدم، گفت اینقدر، فرمود اینو بهت میدم، گفت خانه منو آتش میزنن حالا که تا اینجا اومدم برگردم، فرمود من بهترین خانه های مدینه رو بهت میدم. به خدا اگر میگفت من همسرمو میزنن چه میشه، میگفت من بهترین همسر رو میدم. به خدا امام حسین میفرمود که من میرم همسرتو نجات میدم. حاضر بود تا آخر باش بره، گفت نمیخوام، ملک ری برای من بهتره. فرمود تو بعد از من به اندازه یه نون گندمم زنده نمیمونی درست حسابی، یعنی یه دور گندم بکارن آسیاب کنن بدن به تو بخوری اینقدر زنده نمیمونی. گفت خب جو میخورم. بدبختی آدمو بگیری، نمیشنوی من دارم چی میگم؟ دیگه نمیشنوه. چرا آدم به این کری برسه؟ به خدا هر گناهکاری مقداری از این کری دارد، هر گناهکاری مقداری از این گنگی پیدا کرده است، هر گناهکاری مقداری از این کوری پیدا کرده است. و الا تک تک ما هر لحظه شتابان به سوی خدا در حرکت خواهیم بود. نمیفهمیم که این لحظه های توقف شباهت به عمر سعد پیدا کردیم. چه چیزی در دل ما گم شده است؟ مثلا ببینید رفقا، ما آرزو نمی کنیم ای کاش امروز شهید بشیم،
چون عقلمون نمیرسه که هر لحظه زودتر به محضر سید الشهدا برسی. 10 میلیارد سال زندگی خوش دنیا به گرد آن نمیرسد. فرمود امام رضا علیه السلام هر کی به خدا زیاد توجه بکنه، نه من چرا روایتو خرابش کنم برای دلخوشی کسی؟ فرمود اگر کسی به خدا توجه کنه مشتاق ملاقات خدا میشه. باز مهربان ترجمه کردم، اولش گفتم زیاد توجه کنه که شما بگید خب ما چون زیاد توجه نمی کنیم مشتاق نمیشه، ولی واقعش اینه که روایت اینم نیست. میفرماد من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزأ بنفسه. کسی به ذکر خدا بپردازه اما مشتاق ملاقات خدا نشه، خودش رو مسخره کرده. و تو داری چی کار میکنی؟ او دل رباس، او دل برس، متوجه بشی. هر مقدار مشتاق نیستیم متوجه نیستیم. در این میانه خدا یه آدرس به ما داده، اون حرف رو میزنم ما، ولی دلم گرفت از بس زیاد حرف زدیم. یک کمی بریم نزدیک خیمه ابا عبدالله الحسین. در این میانه یه آدرس به ما داده، میفرماد فسألوا اهل الذکر، برید در خونه اهل ذکر گدائی کنید، برید از اونا بپرسید. چی بپرسید؟ علم بپرسید، علم که تو کتابا نوشتن. چی از حسین آدم باید بگیره؟ تو خودت نتونستی عمیق توجه کنی بفهمی اونجا چه خبره جلب توجهت بکنه؟ فسألوا اهل الذکر، برید از اهل ذکر سوال کنید اونور چه خبره. وقت پیامبر میفرماد اهل ذکر یعنی اهل بیت من. پیامبر میفرماد ذکر یعنی من و اهل ذکر یعنی اهل بیت من. به عبارتهای مختلف روایاتی آمده است، همه نقل کردن فسألوا اهل الذکر، برید در. نمیتونید توجهتون رو جلب کنید، به در خونه حسین من، حسین من توجه شما رو جلب میکنه. ببین امروز چجوری توجه ما رو جلب کرده حسین، ما رو با خودش متوجه به خداوند متعال میکنه. گفتم دیروز بعضی از کی بود، بعضی از اولیاء خدا میخوان نماز بخونن، توجهشون میخوان به خدا جلب بشه، قبل از الله اکبر میگن صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا. این کلمه رو که میگه توجهش رو به خدا میتونه جلب بکنه. الان شما خیلی خوبید، ولی آخه این کار شما نیست که الان داری انجام میدی. تو این کاره نبودی. خیلی خوب گریه برای ابا عبدالله الحسین اینجوری که شما زجه میزنید، این کار مادرش فاطمه زهراست. چه سیر و سلوکی کردی این رو به شما دادن، چه مقدار توجه کردی. این هنر حسینه، توجه ما رو جلب میکنه، بدون ظرفیت، بدون مقدمه سازی، بدون مثلا هر کسی مثلا نقطه 100 باشه میبردش 1000، کسی 1000 باشه میبردش 100000، تصاعدی میبره بالا، به لیاقت ها نگاه نمی کنه. این کار ابا عبدالله الحسینه، زحمت هم کشیده ها، به اینجا رسیده، خیلی زجر کشیده. دیگه از خدا خواسته راه میانبر برای ما باز بکنه. توجه خودت رو، ما که میدونیم خودمون رو میشناسیم، توجه به خدا، اون غیب الغیوب مطلق برای ما قریب به محال، بسیار سیر و سلوک میخواد آدم به اونجا برسه. ابا عبدالله الحسین میاد راه و کوتاه میکنه، بریم پیش اهل ذکر. اینا اهل ذکرن. ببینید در بین همه خوبی ها اسم محوری اهل ذکرن، ذکر مال ایناست. ذکر میخوای برو در خونشون، توجه تو رو جلب میکنه. اون توجه عمیقت رو کیا توجه کردی به خدا؟
بیا بهت نشون بدم که خیلی از اون اوقاتی که توجه کردی به خدا، به خودت توجه کردی، به خدا توجه نکردی. حاجت رفتی با زجه بگیری از خدا، به خودت متوجه بودی. فقط یک لحظه است که از خودت بیرون اومدی، اونم وقتیه که روضه غریبی ابا عبدالله الحسین رو برات خوندن. یه دفعه از درون خودت در میای بیرون، یه لحظه توجه میکنی، به قدر همون یه لحظه توجه نورانی میشی. همون یه توجهی که میکنی، فدای ابا عبدالله الحسین بشم. لا اله الا الله. نه بذار بگم، همینی که هست. شما میخوای شرمنده امام حسین بشی، بشو. همچی که صدای سیلی خوردن بچه های حسین به گوش میرسه، از خودش آدم در میاد. به کجا توجه کردی؟ به حسین. برای چی؟ منفعتی بهت برسه؟ نه نه نه، باریکلا، خدا از حسین تشکر میکنه. حسین ممنونتم. من به هیچ وسیله نمیتونستم اینو یه کاری کنم که روشو به خودش نکنه، به من بکنه. وقتی میومد با من مناجات بکنه، بازم خودشو نگاه میکرد، به من نگاه نمیکرد. حاجتاشو نگاه میکرد، میگفت خدای این حاجتام، خدای این حاجتام. بابا خب یه دقیقه منو نگاه کن، باشه بهت میدم. هیچ وقت به من نگاه نکرد. اما حسینم ازت تشکر میکنم، دست درد نکن. اونجا هم حسین نشسته تو محضر خدا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خدا به خاطر ما که تشکر میکنه از حسین، حسینم سه سالش رو ناز میکنه تو بغلش. سه سالش رو ناز، هنوز داره ناز میکنه. چون شما باید پدرت حسین باشه، بعد یه نامردی بیاد سیلی بزنه ببینه چقدر دردش میبونه. شما باید پدرت حسین باشه. شما باید بابات امیرالمؤمنین باشه، تازیانت بزنن، اون وقت ببینی از کجا افتادی پایین. از آغوش امیرالمؤمنین کارت به کجا کشیده؟ اینجوری من خیلی راحت ترم. بذارید اینجوری صحبت کنیم، یک کمی گریه کنیم، بعد بقیه حرفامون رو به بدن امام حسین بزنیم. امیرالمؤمنین اومد اسرای مثلا رومیان، ایرانیان رو مثلا گرفته بودن. بعد نگاه کرد، دید که مثلا معرفی کردن، آورده بودن مدینه، گفتن اینها هم دختران پادشاه ایران هستن. فرمود نامرد، دختران پادشاه ایران رو زمین نشوندی؟ گفتن چه فرقی میکنه، همه با هم مساوی هن. فرمود یعنی چی چه فرقی میکنه؟ اینا عادت ندارن رو خاک بشینن، تو داری اینا رو شکنجه میدی. آدم عادی نیستن. بلند شید شما، شما بلند شید. این دخترها رو بلند کرد، خانمها رو بلند کرد، احترامشون کرد، یه جای دیگه نشون. بعد صدا زد حسینم اینا رو پناه میدی؟ اینا عادت به خاک نشینی ندارن، حالا غلط یا درست. بعد اونا هی گفتن پدران اینا ظالم بودن. گفت خب پدرانشون ظالم بودن، خودشون چه تقصیری کردن؟ یا امیرالمؤمنین قربون عدالتت برم، یه سر کربلا هم بیا، خیلی به کمک تو احتیاج داره دخترت زینبه. همون زینبی که بغل میگرفتی میگفتی آب روی بابا، آب روی بابا، زینت بابا. همون دختری که بغلش میگرفتی میگفتی خوشگله بابا،
بیا الان دیگه نمیشناسیش زینب تو. بیا کربلا الان دیدی لحظات نورانی خودتو دیدی دیگه اصلا نه خانواده یادت بود. البته من نمیخوام بی احترامی کنم، خدا نیاره و دیگه هم نمیاره، دیگه هم نمیارش. ما انشالله دستمون به رکاب حضرت انشالله خواهد رسید. چند تا شهید دادیم دیدید چجوری راحت از همون پذیرفتن. ولی تو هم داری گریه میکنی الان اینجا با خیال راحت همه چی رو فراموش میکنی، خیالت هم راحت خانوم تو با کتک نمیزنن. دختر بچه هات الان آواره نشدن تو بیابولا، الان با خیال راحت خواهرتو با خودت آوردی. قشنگ گذاشتی اینجا قسمت خانوماست، شما راحت بشین. بعد خودت نشستی داری گریه میکنی. لا اله الا الله. همینجور که صدای شیون بانوان الان میاد، صبح عاشورا امام حسین یه سخنرانی کرد، صدای گریه زنها بلند شد. حسین دل نداره، گفت عباسم بگو ساکت باشه، بگو الان ساکت باشه. فرمود بگو بعدن زیاد گریه میکنید، الان ساکت باش، الان ساکت باش. یعنی میگه من شمشیر رو تحمل میکنم، نیزه رو تحمل میکنم، تیر رو تحمل میکنم، قلم قلم شدنه بچه ها رو تحمل میکنم. زینب تو گریه نکن، تو گریه نکن، تحمل نمی کن. عباس هم برو بگو گریه نکن. حسین رو به هم نریز. دقیقه یه دفعه می اومد، زینب هم گریه نکنی، باشه باشه گریه نمی کن. مرد زینب. لا اله الا الله. شاید دیشب زینبش رو بغل گرفته، زینبم آرام، الان کسی نیست زینبم، بیا سر رو بغل من بگذار، هر چی میخوای گریه کن. ولی دیگه بعدش نباید گریه کنی. ای کاش زینب هیچ وقت سر به سینه حسین نمی گذاشت. ای کاش حسین اینقدر با محبت نبود، اینقدر نوازشگر نبود. ابا عبدالله الحسین ذکر رو راحت کرده. ما هیچ وقت تجربه این چنین عمیق از ذکر جز در مجلس حسین پیدا نمی کنیم. فداتون بشم، هفته یه دونه روزه امام حسین یادت نره ها. من نمیخوام تو پشیمون بشی، روزه، فقط روزه. بذار عمیقاً یه دفعه، حالا گریه هم نکردی گریه نمی کنی، عمیقا اون یه لحظه، لحظه‌ای که تو ممکنه خودت حسش هم نکنی، خدا در به در دنبال خوبیای تو میگرده، خوبیاتو درشت میکنه. همین لحظه ها رو زیاد کن، بعد مداومش کن، ذکر مداوم. روزهای قبل گفتیم اگر کسی به ذکر خدا نباشه، خدا ذکر او رو، خدا او رو
دوچار نسیان میکنه. وقتی که آدم دوچار نسیان بشه، نسیان در قرآن میدونی یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونه هیچی بفهمه، دیگه منافع خودشم نمیبینه. لا اله الا الله. میخوام مثال بزنم. خب مثالم روزه است. صبر کنید قسمت دیگری از بحث رو بگم، بعد عرضم رو با اون روزه ها به پایان برسونم. خب در ذکر، در دل ذکر باید به چه چیزی متوجه باشیم؟ در دل ذکر میفرماید فمن اراد ان یذکر الله تعالی فلیعلم انه ما لم یذکر الله العبد بالتوفیق لذکره لا یقدر العبد على ذکره. داری ذکر میکنی اول اینو در نظر بگیر، اول اینو در، یعنی تو همون حال اینو در نظر بگیر که چرا من الان به ذکر خدام؟ چون خدا به ذکر من بوده، چون خدا لطف کرده من به ذکرش باشم. در مصباح الشریعه از قول امام صادق علیه السلام میفرماید اگر تو اینو در نظر نگیری بعد مغرور میشی به ذکرت، عجب پیدا میکنی به ذکرت، میگی من به ذکرش بودم. برای اینکه عجب پیدا نکنی تا به ذکر افتادی بگو خدایا منو به یاد خودت انداختی، به یادم بودی، دوست داشتی باهات حرف بزنم. در دل ذکر به ذکر سابق او بنگر، در دل ذکر به اینکه او تو را قبلا ذکر کرده است نگاه کن، در دل ذکر به این نگاه کن که اگر او به یاد تو نبود، بیا به تو نگفته بود، تو نمی رفتی، بعد افتاده میری، با تواضع میری، با تواضع میری. اگر کسی به ذکر خداست، خدا اگر به یاد او نبود اصلا قدرت ذکر خدا رو نداره، قدرت ذکر خدا رو نخواهد باشه. اومد سر راه حضرت موسی علی نبی ناباله و علیه السلام گفت برو به خدای خودت بگو که کوپ است، من هرچی گناه میکنم نیستی، ازت خبری نیست، یه بلایی، یه عذابی مسخره کرد، بیدین بود. جواب از خدا گرفت، خداوند متعال فرمود برو به اون بنده عاصی من بگو من بالاترین بلایی که میتونستم سرت آوردم، قیافه نگیر. چیه خدای من؟ فرمود ببین نمیتونی به یاد من بیفتی، شیرین نیست دیگه یاد من برات، من این کارو کردم، دیگه نیای، دیگه دلت برا من تنگ نشه. تو تا به ذکر خدا میفتی یا مثلا حوث میکنی بری مشهد بگو که امام رضا دلت برا من تنگ شده؟ بابا تو داری میری. ببین اینو که بهت گفتم، ما نگی کسی به اون نگفته بود، اینم برای سلامتی ذکرت. ذکر رو خواستی بکنی؟ امروز چقدر دوست داشتی بیای روزه؟ گفتی میرم، میگم حسین، داد میزنم براش. خب همین حالا، همین الان در نظر بگیر حسین صدای من پیشت قشنگه، آخه چرا منو دوست داری؟ به من گم شده، به من بیکس، به من ذره در این عالم، از اونجا کسر شأن تو نیز به من نگاه میکنی، با من رفاقت میکنی، منو چرا میبری تو جلسه خودت؟ دل سوز عالم، مهربان عالم، رحمت للعالمین، از کی میشناسی من حسین؟ چی شده خوشت اومده از من؟ ذکر اول از مذکور شروع میشه، بعد به ذاکر میرسه. تا خواستی نماز اول وقت بخونی
خدایا ممنونتم منو کشوندی آخر سر اول وقت نماز بخونم. آره خوشت اومده ازم. تو چقدر زود میبخشی بندتو، فراموش کردی بدیامو، ندید گرفتی. امروز هور اومد به سمت خیمگاه میلرزید، جانم به هور، باریکلا باریکلا. میگفت هور ندیدمت اینطور تا حالا توی جنگی اینجوری میلرزی از این سپاه کوچیک. گفت نه خودمو بیچاره کردم، ببین کیو محاصره کردم، نگاهش کن حسینو. از خاطرات هور بگم بیچارت بکنم، همینجوری حسین هور رو بیچاره کرد. تا سپاه هور رسیدن معلوم بود برای چی رسیدن، نه که نشناسه. آقا اومدن جلوی امام حسین رو بگیرن، حسین فرمود خب وایسید استراحت کنید، عباس هم یه مقدار براشون آب بیار. تو رو خدا نگاه کن، براشون آب بیار. آب آوردن، به اسباشون هم آب بده. یکی از یاران هور که بعدن ظاهرن از یاران عمر سعد میشه، خب اون همه بودن دیگه، هور فقط اومد اینور. میگه من داشتم از شدت تشنگی هلاک میشدم، با عجله اومده بودیم، تشنه بودیم برای اینکه خودمون رو به سپاه حسین برسونیم، سپاه کوچک حسین، بگو به خانواده حسین برسونیم و چند تا محافظش. بعد مشکو برداشته بودم همجوری میخوردم میریخ از من، امام حسین اومد فرمود صبر کن، عجله نکن. مشکو دستش گرفت، دو دستشو به مشک گرفت، میخواستم یه دستشو خودم بگیرم حسین کمکم کنه، فرمود نه من میگیرم برات. دریچه مشکو گرفت آرام، گفت حالا من نگه میدارم مشکو، هر چقدر خالی شد میارم بالا بخور مثل یه لیوان آب، راحت باش، عجله نکن، آب راحت بخور، راحت نگه داشت. تا سیراب شدم، تشنگیت برطرف شد. هر حالا این صحنه ها یادش میاد، لرزی تا اومد طرف سپاه امام حسین. امام حسین چجوری برخورد میکنه امروز باهات؟ گناهکارا خیالتون راحت، خیالتون راحت، من بعد خراب نکنی گذشته تموم شد. هر اومد با یه شرمندگی این کفشاشو باز کرده، نخاشو به گردنش آویخته، یک وضعی من چجوری عذر خواهی کنم، یه کاری کنم، جولیده باشم، به هم ریخته باشم، خاک به سر ریخته باشم، حسین به من رحمش بیاد، سر من خواست داد بزنه کتکشم میخورم ولی میرم. لا اله الا الله. تا داشت میومد توی نقل اینجوریه که ابا عبدالله الحسین فرمود اکبرم برو عموتو بغل بگیر، مهمون داریم. اومد جلو خواست بگه حسین حرفشو نزن، چطوری عزیزم؟ تا هم گفت برم میدان، گفت برو عزیزم. حسین همه رو اجازه نمیدادی، یک تعارفی میکردی، زود گفت نه بذار بره، بذار بره صدای غریبی بچه هامو نشنوه، خجالت بکش، بذار بره، اونجوری اذیت میشه، خجالت بکش، برو عزیزم. دلم نمیاد اذیت بشه. یا ابا عبدالله،
یا ابا تا رو زمین افتاد السلام علیک یا ابا عبدالله. اونا میفهمیدن چقدر شیرینه این ذکر. حسین یه سلام بهشون بده، یه خداحافظی باشون بکنه. ابا عبدالله الحسین هم عادتش بود هر کی رو زمین میافتاد یه خداحافظی میکرد. آخه ببین بعضیا دیدی خیلی نوازشگرن، خیلی مهربونن، آدم دوست داره پیششون بره، خیلی دلنوازن. ابا عبدالله الحسین فوق‌العاده اینطوری بود، اصلا هر کی میشناختش گرم میشد وجودش، همه دوست داشتن حسین نازشون کنه. امام حسین هم میدونست میام لا لا حسین فقط بگم بچه هات بعد تو بیچاره شده، کتک ها براشون سخت نبود، مهم نبود، هی می اومدن دامن مادرها رو می گرفتن بابا کجاست. حسین تو کسی رو نوازش کنی دیگه نمیتونه سر به خاک بگذاره به خوابه. یا ابا عبدالله روز قیامت این بچه ها رو تنها بگذاری اینا دق میکنن. اونجا داد میزنن حسینم نترسید، روز قیامت لحظه جان دادن، هر موقع سخت شد گم شدید تو صحرای محشر گریه کنید بگید حسین کجاست، حسین حسین. لا اله الا الله. فکر نکن روز قیامت میتونی صورت زیبای حسین رو ببینی، چون حسین روز قیامت بی سر وارد صحرای محشر میشه. عشاق حسین بفهمن زینب چی کشید که داره گردیه قتل کن. با یه حسرتی گم حسینب حسینب تو زمین دنبال تو میگشتم، تو آسمون ها پیدات کردم. حسینم مقتل آوردم برات بخونم، چجوری بخونم؟ هر کی رو زمین میافتاد تا میگفت حسین حسین دوان دوان میرفت سرش رو زانو قرار میداد، حتی غلام یکی از اصحاب ابا عبدالله الحسین بود، هرچی اربابش گفت برو گفت نه این آقا خیلی خوبه، این آقا خیلی نازه، خیلی غریبه، منم میام. یه غلامی بود اونم موقع رفتن گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، یه خداحافظی کرد
بعد یه دفعه بیهوش شد، به هوش اومد، دید مثل که صورتش گرم شده، چشماشو باز کرد، دید حسین صورت رو صورتش گذاشته، نعره کشید، کی مثل منه تو عالم، پسر پیغمبر صورت رو صورتم گذاشته. حسینه جونم عزیز دلم، لا اله الا الله. اینو نمیگم خانوم ها زجه بزنن، میگم مردها ناله بزنن، عربده بکشن، اهل عالم بفهمن ما دردمند حسینیم، ما یادمون نمیره. امام زمان برگرده اینجا رو نگاه کنه، آروم بگیره، عزادار رو فقط با گریه میشه ساکت کرد. یا صاحب از زمان دیگه گریه نکن. آروم بگی، خب خودت نمیای، خودت نمیای. خودت نمیای. چرا سر اصحاب رو به زانو میگرفت؟ دوستش محبت کنه، اینا در آغوش حسین جان بدن، آرام جان بدن. یه فلسفه دیگش اینه، من که قلبم نمیکشه، ببینم چیکار میکنی. بعدن تا شب گریه کن، الان داد بزن. برای این که تا آخرش بگم، برای اینکه دشمن انقدر قسقسی القلب و نامرد شده بود، افتخارشون میدونستن شهدا زخمی میشن رو زمین میفتن، بیان زنده زنده سر از بدنشون جدا کنن، حسین نمیذاش، حسین نمیذاش. حسین خودت چی؟ خودت چی؟ خودت، 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 خودت. Thank you.